کلمه میدیشن یا لغت میدیشن شاید شما بارها و بارها شنیدید ولی ای در این ویدیو ما میخواییم در باری از این حرف بزنیم که چرا ما میدیشن کنیم و چگونه میدیشن کنیم آیا میدیشن یک چیزی هستی که آدم انجام بدی یعنی لازم است یا نه مدیتیشن یک حاله دیه که با آدم آرامش میده خصوصا در زمانی که آدم دوچار استریس میشی دوچار فکر میشی چون آدم ها خصوصا ای در روز بیشتر دنبال کار هستی دنبال تلاش هستی دنبال موفقیت هستی اینا همه چیزای خوبیه ولی وقتی که آدم بیش از حد فکر یادم یعنی امی تلاش آدم در پشت یک موضوع خارج از خود یادم دنبال پول باشه کار باشه هر چیزی که باشه باعث میشه که آدم خود خود فراموش کنی و چیزی درونی خود فراموش کنی مدیتیشن میتونه بسیار در رویش های مختلفی انجام, شود ولی یکی از رویش یا یکی از طریقایی که بسیار آسان هم و خود من بارها و بارها انجام دادیم و همیشه هم انجام میدیم که برای خودیم کمک میکنه که میتونه مثلا فرزن اگر یک روز ما چند جای کار دارم این کار انجام نمیشه در نمیرسیم و یک نفر دیگه زنگ میزنه که این کار کو فلان کو و اینا دادم دا 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 آدم میده آدم عجله میگره و وقتی که رقم میشه آدم به که مثلا بعد از روز تمام میشه کار یا مثلا فرصت وقت پیدا میکنم خانه میایم ما یک آهنگ مثلا خالی یعنی آهنگ بی صدا که آهنگ مثلا میتونی اگر انگلیسی هم سرچ کنی مثلا مدیتیشن سانگ یا اینکه اگر ده فارسی هم جستجو کنین آهنگ های آرامش بخشون و او را اگر گوش خوب بگذارین در یک جای آرام آرام باشه که مثلا بیتنین بر این نیم ساعتی یا 15 دقیقه یا دراز بخوابین یا اینکه دقل اگه در حالت شیشت هستین روی یک چوکی یک چیزی باشه که شما بیتن خوب با آرامیش یعنی خود به عقب اندازین و در حالت آرامیش دو گوش بدین میتشن اکثرا از دین یا از چیزی بودایی میه که به دین هم کار نداره ولی بسیار یک رویش خوبیه ولی همچنین در دینای دیگه در مذایبای دیگه مترادیفی مترادیف ازی است مثلا در اسلام نماز خواندن است قرآن خواندن است اگر شما مثلا نماز از یک چیزی که پدر مادر شما را یاد داده خانواده داده از اون طریق نخونی ولی از یک طریق بخونی که ما تمام اینطور فکر کنی که ما مثلا تمام روز کار میکنم یا تمام روز گرفتار درس هستم فلان زنگ بزن رئیس زنگ بزن کارگر زنگ بزن ای کارکو الو کارکو همیشه ذهنی درگیری که او مان ای شد اله او کو ای او انجام بده قرضداری رو بدی پول بگیر اینا همه ایش آدم بسیار دادم استریس وارد میکنه و رویش که مثلا اگر نمازم بخونین نماز وقت در وقت نماز که میشه اگر شما فکری 100 درصد در صد از این کارا حوصی کنین و نماز داره که میخونین فکری تان او باشه و اگر چقدر هم بهتره که کلمات داره که مگوین عربی هسته اونا رو که معنی از اینا نماز چیزی اختراع شده که به شکل مدیتیشن که آدم در روزی مثلا پنج بار یا چهار بار یا سه بار هر بار هر چند باری که انجام میدی به این معنا که آدم در موقع در دفع در روز مدیتیشن میکنی ولی ما و شما نماز مثلا مثل یزی کردیم که یک چیز پدر مادر ما را یاد داده به زور میر مخونیم عجله عجله عجل مخونیم که نماز تیر شد علا که نماز تیر شد بریم نماز بخونیم به نظر شخص خودم این نماز خواندن هیچ فایده و هیچ تاثیری نداره از اینکه هیچ نخونه خیلی بهتره نماز شاید خداوند او کس که ما خلق کرده به اون نیاز نداره به نماز ما ولی او یک طریقه یا یک روشی که ما را ارتباط ما رو با کسی که بالاتر از ما به او برقرار کنه و باید شوه که مشکلات روزمره را ما کوچکتر کوچکتر بینگریم مثلا اگر تو قرضار هستی مثلا در کرایه خانه خود ندادی نگران کی چکار رو کنم قرض داری را ادا کنم کرای خانه خور از کجا پول شر کنم بدم ولی اگر تو بری واقعا اون نماز را که مخانی یا مدیتیشن را که میکنی اگر تو یک چیزی نمونطوری که یاد گرفتی و یک چیزی رسم و رواجی نباشه واقعا یعنی دیلو، تمرکزو، تمرکز و حواست همه چی با خداوند شود و یا با یک کس بزرگتر یا کلانتر از هر قدرت از هر چیزی دیگه وقت باعث میشه که مشکلات کوچیکی که در روزمره پیش روی تو هسته مثلا قرضدار هستی کرای خانه خود ندادی مثلا هر موانعی که فکر میکنی یعنی از او عبور کردن سخت است اگر اون نماز رو شما میخونین واقعا اون یک نمازی یعنی رسم و رواجی و نمفهم واجب و ترس دوزخ و ترس و دنیا نباشه در عوض چیزی باشه که تو خود خورا بسپاری یا توکل کنی به قدرت بالاتر از خود خو او برید یک انگیزه میده یک توانایی میده که تو دیگه ترس از مشکلات روزمره نداری دیگه نگران از اینی که امروز اینی قدر کار شد یا فلانی زنگ زد جواب فلانی را ندادم فلان شد و تو رو باعث میکنه که از همه ازی از بین ازی اینطور فکر که در بین یک جایی میری آو و گیل و لای است در اونجی تا کمر غرق شدی و وقتی تو نماز میخونی ارتباط با کسی بالاتر برقرار میکنی مثل از یکی تو را یک کس بیایه بیکشه یک بری چند دقیقه از بین از لای در جای خشکی بگذاره چقدر تو احساس آرامیش میکنی و چقدر احساس آزادی میکنی اگر نماز را که میخونی ایرم تنان نباشه از روی مثلا رسم و رواج و از امی چیزی که ما یاد گرفتیم 95 درصد از مسلمان ها نماز را که میخونه اون نماز نمازی همینطوری یاد گرفته که باید بخونی از ترس دوزه خونم فلان و فلانه به نظر از ما خداوند کسی که ما رو خلق کرده ایقدر فکر یا ایقدر قدر چیزی کوچیک نداره که ما اگر نماز نخوندیم ما را دا داتش بسوزن ولی در عوض اگر نماز و ارتباط با خدا را از یک جنبه دیگه از یک دیدی دیگه بینگری مثل میتیشن بینگری که در روزی سه بار چقدر یک تکنیک جالبه که در روزی سه بار یا پنج بار تو رو میای از بین از مشکلات ها میکشه و تو ارتباط برقرارونی با یک کسی کلانتر از خود خود. و او وقت است که چقدر آرامی شو و چقدر ذهنید و چقدر فکری و چقدر امی توانایی های تو بیشتر و بیشتر میشه. پس، یک بار اگر می سال سال بوده که نماز خوندی مثلا از, از ترس دوزخ و جهنم و خدا و نمفهم عذابی قبر و نکیر و منکر و چی و شی بوده ما برای توصیه میکنم که برای یک بار اگر شده نماز ها یک دفعه از یک دیدی دیگه بینگر اگر خیلی یک آدم است که از جهنم و ترس و قیامت خدا خیلی ترس داری ما برای توصیه میکنم که صد درصد ایدیت دید خورو عوض کو و بر کتابایی آدم است، آدمایی است، سخنرانیایی است که خدا را برید بیشتر یعنی از یک طریق بهتر برید معرفی میکنه این خدا یا این جهنم و بیش تو هر چیز دیگه ای که ما شما اینا همه ایش یک چیزایی که اینا استریسی امیالی بری ما و شما میده. آدم به مز خطا میکنه در ترس از که تا شب اول قبر چکار کنی فلان چکار کنی ولی در نظری از ما خداوند ما رو برای عذاب کردن و بری. زجر دادن خلق نکده برای که خلق کده که ما تو زیبا زندگی کنیم ولی متاسفانه در بانستان میریم که یک آدم مثلا ریش تاینی قدر یک وقت نمازش خطا نمیخوره ولی امرویش که حرف میزنی یک رقم برخوردی بدی داره امروید یک رقم آدمی تعصبی و یک رقم دلش تعصب داره که یعنی اگه ده فرصتش باشه سر تو رو میزنه به نظری از من از اون نماز خواندن کده از اون عبادت کده از اون نماز نخطا خوردن نماز خطا نکردن کده از اون که دادم که بره شراب بخوره به میخانه بره خیلی بهتر است تا اینکه ریش تو این باشه ولی قلب و دلیت پر از تعصب و پر از کینه و پر از نفاق و پر از چیزهای بد باشه همه از اونا نتیجهش دینی دنیا برای از شما داده میشه اگر تو کار بد نمیکنه. هم نتیجه شر دی دنیا مینگر اگر نماز میخونی واقعا است نماز رو به رویشی از قلب باز بخونی از ماینسید ما و از دیدی باز بخونی نه از دیدی که ریشی تو این اینجوری پر از نفاق و کینه و دشمنی بازم بره نماز بخونی به نظر از ما گفتم ازو که شراب خوردن بهتر است ای بهترومی به ای نماز نه بلکه او او ریش یا او آدمایی رو میگم که اصلا از خدا یا از نماز از قیامت هیچ چیز درد نکردن نماز خوندن یا هر چیز دیگه хели одамо нао со исо кӯ ау ба назари удим ҳр адёне ки да днё а аа а фафо када о ааик чи инсоноро кмак куа к зебо зиндаг куна ва зиндагиро дар ороمиш зиндаг ку р а бовар дом к а болотар ка а ка автар с او برای از ما آرامش میده و ما را اگر چ... هر چقدر اقدار باشیم هر چقدر که مثلا بدبخت باشیم هر چقدر که در مشکلات گرفتار باشیم هر که مثلا نزدیکان خود از دست داده باشیم ولی وقتی که ما توجه ما به خداوند میشه باور داریم که یک کسی کلانتر از ما است که او دست ما را در هر موانی میگیره برای از ما آرامش میده خصوصا در امروز مردم چقدر در دنبال مدیتیشن و مایندفولنس و چیزا همه مدیتیشن و مایندفولنس یا هر چیزی از اینا هست که همه مردم بیشتر از مردم ها احساس بدبختی میکنه احساس میکنه که باید خودکشی کنه خودخوره و این زندگی اصلا ارزشی چیره در خیلی آدم هست که میلیون ها پول یا میلیون ها دارایی داره خانه داره ولی همچنان احساس بدبختی و ضعف و استریس و نگرانی دا بدنشان در ذهنشان موج میزنه و او آدم ها او انسان ها از او جا هسته که پس برمیگرده میگرده مثلا به می مدیتیشن و یا کلیسا رفتن و یا مسجد رفتن چرا که اینا یک چیزایی هست که یک چیزایی آرامش بخش است و یک چیزای تخیلی انسان است که به انسان آرامش میده ما انسان ها همیشه به یک تکیگاه نیاز وقتی که خورد هستیم نیاز به پدر مادر داریم به یک برادر داریم به یک, یک کس داریم که از ما نگهداری کنه ولی وقت کلان میشیم اگر ما کسی نداشته باشیم ما خودکشی میکنیم بنا محمد بوده یا مثلا موسا بوده یا هر انسان های دیگه بوده که مثلا یک طریقه را و رویش ریشته که ما شما میتونیم از استفاده کنیم اگر خودت کسی هستی که مثلا اعتقاد نداره به خدا و به نماز به اینا میگی همه از اینا دروغ هستن ما تو رو هم درگ میکنم و یک شرایط هسته که تو باید اون مسیر خود را کنی و خود به خود در جایی میرسی که دوباره برمیگردی به نماز و کلیسا و مسجد و هر چیزی که باشه ولی او کسایی که خیلی ما کم در اسلام یا در دین چسب به نظر ما اونا هم اشتباه میکنه چون همیشه همیشه در ده حالتی مثلا یک رقم غضب و یا مثلا نفرت در قلبش است از دیگر از غیر مسلمان یا از مسلمان م... که یک ذره متفاوت با مذهب شی هسته و اونام هم دنیا خود در میاد در جهنم زندگی و اگر او, او دنیا هم باشه به او دنیا هم عذاب خواهیم بود تنها کسای انسان های موفق یا انسان های خوبی هست که اونا دیدی بازی در ذهن بازی داره که هر دین و هر مذهب رو میپذره و در هر دین در هر چیزی که خود چی کلان شده و احساس خوب برش میده امور میپرسته اگر برید مسیحیت احساس خوب میده آرامش میده مسیحیت بپرست اگر اسلام قرآن نماز برید آرامش میده و تو از فکر و از مشکلات دور میکنه و قلبت و قلبت حس میکنه که قلبت آرامش میگیره اسلام دنبال و نماز که گفتشت اونا رو انجام بدی و اونا رو بخون اونا رو از یک دیدی باز بخون نه از یک دیدی بسته اگر هنوز معلومات بیشتر نداری 100 در صد توسیم که کتابای های است باید بخونی و حتی اگر شده مثلا بری مثلا آدمایی که خیلی کلان هستن مثل کسایی که در دین یا در گرشت کلان رو را از اونا گفتو کنی اگر ویدیو رو تا آخر تماشا کردین تشکری میکنم بازم اگر رویش سادهش اگر خواستین میتیشن کنین خودیم که میکنم وقتی که دوچاری مثلا همینطور گفت مشکلات کار و بار روزانه همه چیز گرفتار رای زیاد میشه آدم خود خور گم میکنی و یه ندانسته آدم همینطور نگران است استرس تری شیشتن میده چای خوردن مزنه میده خانه مزنه میده جای مزنه میده به این منو که آدم خیلی درگیری هر رقم موضوع شده او وقت هست که یک دفعه بگیری یک زمان نیم ساعت یا یک ساعت در برای خود پیدا کو چی از طرف شام باشه صبح باشه یا شب باشه یک وقتی باشه که وقت داشته باشی گوشکی های خود بزن با آهنگای آرامش بخش یا آهنگای مثلا آرامش بخش بزن یا گویدد مدیتیشن یا مدیتیشن راه شده یا یا آهنگای خالی بدونی کدام کلام اینا به گوش بگذار و در مدت نیم ساعت یا یک ساعت در یک جای آرام بخواب یا که یک چوکی یک نرمی باشه به که به گوش بزن و خود به یک حالت راحت انداز که بتانه فکر یا همه مثلا تمرکز از روی, از روی از روی از مشکلات ها بیاره و بگذار به روی حالت فعلی هر زمانی که کدم در زمان حال توجه میکنی و فکر کوکمی کمی مشکلات ها ها همه ایش گذشتنی است و آدم همیشه خود بازی میده که مثلا این کار نیم سال ما سخت است اینی را انجام بدیم بعد از راحت میشیم بعد از که ترشیم گیر انجام بدیم باز راحت میشیم آدم همیشه خود بازی میده و ما میگم که اگر میال آگاه شوی خود را بازی ندی از زمان حال خود لذت ببری و از چیزی که در زندگی تو هست شکرگزار باشی شکرگزاری یک چیزی که خود به خود دا انسان ها آرامش میده خود به خود آدم آدمی میکنه که در آرامیش با صلح با همه انسان ها زندگی شکر شکرگزار باش از از هر چیزی که داری اگر مثلا خانه خوردی داری کلانی داری شکرگزار باش مثلا اگر بدن سالمی داری چهره خوبی داری زیبایی داری یا هر رقمی که هستی از او شکر گذار باش حتی اگر یک چشم کور معلول هستی مثلا کشل هستی هر چیزی هستی از او شکر گذار باش انسان های هست که از کدام در حالت بدتر زندگی میکنه پس شکر گذار باش از آن چیزی که داره شکر نعمت نعمت افزون کند کفر نعمت نعمت از کفت بیرون کند پس شکر باش از هر چیزی که داره و مدیتیشن هم میتونی به او روش کنی و این که اگر نماز میخونی یا هر کاری که میکنی او باز یک ذهنی باز از یک دیدی متفاوتی دی بخون نماز بسیار یک طریق عالی اگر از دیدی متفاویدی بخونی ویدیو زیاد شد تا ویدیوهای بعدی شما را به خداوند میسپارم موفق باشید.